جانم در حال خورد. آره الان دارن میارن غذا رو، داریم کار میکنیم. آره نه من یه چیزی گفتم همینجا، داریم کار میکنیم حسین جان، الان بهت زنگ میزنه. والا چه میده اومدن فیلم سینمایی بگیرن. خب دیگه حالا خب بیا دیگه بابا، اینجا ما تا صبح اینجاییم. لافت و شکشون هم آورده. آره قربونت برم. یعنی شمال و جنوب نداره با من. اینقدر بچه های با مرام تو جنوب شهر هستن که من دوستشون هم دارم، ولی که ممکنه یه وقت مثلا تو منطقه ما کمتر گیر بیاد، یا یه چیزایی تو منطقه ما باشه جاهای دیگه گیر. البته الان متاسفانه قاطی شده، الان یک سری اومدن مثلا بالای شهر که هستن، حالا از اون پایین ها داری مرام معرفتشون رو جا گذاشتن، فقط ثروتشون آوردن. ببینید تمام اون چیزایی که جز نوستالژیای ما بوده و الان متأسفانه ما را دست، مثل شما الان 5 تا چک و سفته از من داشته باشین 2000 نمیتونی من بگیری. سیبیلشو گرو میذاشت، زندگیشو میداد دست طرف، ناموسشو میداد میرفت میمد همه رو میگرفت. این شهر بالا شهر پایین شهر یعنی چی؟ کجا معرفت هست، کجا مرام هست، کجا خود محبت و عشق هست؟ تو محله ها هنوز هست یه مقدار این چیزا، تو آپارتمان نشینی که اصلا نیست. این خبرها نبود اصلا. الان واقعا احتیاط تو خانوما، تو دختر خانوما را آدم میشنوه وحشت میکنه. خب ببین اینا عوارض دیگه داره، فقط همون احتیاط نی. اینو باید برن از کی بگیرن؟ از یه آدم ناجور و ناباب باید برن بگیرن. میدونی هزار مسئله دیگه ممکنه پیش بیاد. همین اتوبوس ایدز که راه افتاده، برای چی راه افتاده؟ حالا البته ما الان منکریم که این چیزها رو داریم تو جامعه همون، ولی داریم واقعا. ببین وقتی که اون جوون وقتی تو خونش آسوده باشه، وقتی چیز بگیر ببن نباشه، توی خیابون که میاد نمیدونم، حالا نه اینکه ما اشاعه فلان نمیکنیم، ولی یه خود همچین راحت تر باشن، شادی داشته باشن، نشاط داشته باشن، وضع اقتصادی های خورده درست باشه، مطمئنه کسی دنبال این چیزاییه. اونی که مواد رو میاره دنبال پول، اونی هم که میخره دنبال شادی و نشاط، که البته شادی و نشاط خیلی موقت و مصنوعی، متاسفانه درگیر میکنه و نابود میکنه. واقعا ببین از آدمی مثل من یا امثال من چه کاری برمیاد؟ ما با کمال میل این کار رو انجام میدیم. اگه قرار بدونم من کاری میتونم در این مورد بکنم، بخواین از من و مطمئن باشین که انجامش میدم. خواهش میکنم این کار رو بکن.